مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای اجمل حقیقی برگزار کننده نمایش سلام بر شما خوش آمدید. سلام, سلام بخیر ممنون شما آقای حقیقی من میخوام بپرسم چی چیزی سبب شد که شما بیاین و نمایش زیر نام کفن برگزار بکنین با سلامت باشین خب قسمی که شما شاید بودین ما به نمایش تحت عنوان کفن داشتیم چون ما برنامه زیادی در قسمت مدلینگ برگزار کرده بودیم از جمل لباس های افغانی سمت های مختلف افغانستان حملی و هم دیگر بزی میان مردم افغانستان ولی زمانی که سیزن خود امی سیاسی بود و حالت کنونی افغانستان خواستیم که مدلای افغانستان هم صدای از جامعه شوه و بتونه لباس ما یا ترها و دیزاین هایی که ما داشتیم قصه از جامعه به با جهانی ها باشه که شما دیدین که ما از پارچه یا از پارچه های کفن لباس ساخته بودیم و سر و روی ما آراسته شده با, با زخمی و آلوده بود درست پیام مشخص گفتن که این نمایش داشت اما این چون این نمایش ها میتونه چقدر تاثیر برای روح و روان به ویژه سیاستگران داشته باشه که این علاقه قلب پس از این رسیدن افغانستان به سال بیشتر بسازن چون خواسته همگان به سال هست نیاز به است که هر جوان یا هر شخص که در هر هنر است بتونه صدا بلند بکنه بخصوص داری وضعیت کنونی که افغانستان قرار داره البته مثلا مدلای های یک کشور اگر کشور کشورهای دیگی مثلا فقط به مود طرح و دیزاین لباس های کشوری کار میکنه مقتص شدی فروشات بزنس است ولی در افغانستان بعضا نیاز میشه که ما از سری قیمی هنر خود صدا بلند بکنیم و ما امیدوار هستم که این صداهای ما تاثیرگذار باشه و از این رساتر بتونیم صدا بلند بکنیم بله حقیقی. اما یک مورد که وجود داره در بخش مدلنگ که مردم در جامعه بسیار نظر خوبه در مورد مدلنگ بله. ندارن همچون بله. برگزاری همچون نمایشگاه هایی که شما برگزار بله. کردین نمایش ها میتونه چقدر تاثیر داشته باشه که یک فکر مثبت هم بر مردم ایجاد شود چون هر کار میتونه پیام مشخص خودش را داشته باشه به درست در خب از اینکه مدلنگ یک هنر نسبتا تازه در افغانستان از ذهنیت ها اوقدر آماده پذیرش هنر به شکل اساسیش نیست ولی ما با همچو برنامه‌ای که مثلا نمایشی از فرهنگ‌های مختلف افغانستان داشته می باشیم نمایش به خاطر همدلی هم دیگر پذیر داشته می باشیم در شرایط وضعیت دشوار افغانستان میای مثلا از طریق خود از طریق مدلینگ یک پیام خوب میتیم به مردم ای, ای باید آیسایس جواب بفته مردم هم بپذیره که یک هنر به نام مدلنگ در افغانستان وجود داره که ما از این طریق مثلا اگه دختر خانم ما میایه با ما بازار میشه حجابشان مثلا همه چیزشان مراعات است که مثلا آقایان میایه ظاهر میشه و لباس اقوام مختلف افغانستان است دکن ما زیر چتر مدلنگ میخواهیم فرهنگ افغانستانه را به بگیریم یعنی در قالب هیچ فرهنگ دیگه نمیخواهیم فعالیت داشته باشیم و این فرهنگ خود مردم از باید خود مردم فرهنگ خود مردم بپذیرند یعنی روی کارت شما متفاوت است نسبت به دیگر مدلای که کلاکل ما در همین برنامه مشاهده کردیم دقیقاً دقیقاً, دقیقا واضح معلوم است که در طول 10 سالی که ما کار کردیم در عرصه فرهنگ خود افغانستان کار کردیم که لباس های مختلف افغانستان طرح دیزاین کردیم تا لباس های مثلا تا لباس های را آوردیم دوباره طرح کردیم تا بتونیم فرهنگ تا روز به روز رشد بدیم و از این طریق به جهانیان نشون بدیم که چه فرهنگ و چه مرد مردم افغانستان داره بله و اما مشخصا یک سال دیگه در مورد سال میخوایم داشته باشیم از شما که صداهایی که به هر شکلش بالاخره بلند میشه از طرف شهروندان بله. کشور به منظور تامین سال و کاهش جنگ در حال حاضر که ما با و پایان خشونت ها فکر میکنین صداها باید شنیده شود و کسی هست که بشنوه و سال بیا و آرامش بیا بر زندگی مردم واقعا دیگه فکر میکنیم که صبر مردم افغانستان لبریز شده باید بله. صدای یک, یک ای که جامعه شنیده شوه و ما هم پیام میتونیم که هیچکس نباید خاموش بانه هر کسی که در هر هنری استن صدا بلند بکنه و بالاخره صداها باید شنیده شود درست و همچون نمایش های شما ادامه پیدا میکنم نمایش های ما با اناوین مختلف ادامه پیدا خواهد کرد شاید و شاید ما این نمایش های خود ایسا, ایسا به جاده ها انتقال بتیم و به می شکل ادامه پیدا بکنه حتی به ولایات انشالله با دوست شریک شریک خواست بله حقوق در کنار از این بیان روی برنامه های شما در بخش مدلینگ هم داشته باشیم که چه برنامه های شما پس از این قرار است که داشته باشین بویژه در قسمت ترویج لباس های افغانی که فکر کنم نسبت به سالهای گذشته در حال حاضر تعداد زیاد مردم علاقمند هستند که از این لباس ها استفاده داشته باشند خب ما برنامه و جشنوارهای برنامه‌ای داریم که واقعا سرگرمی ایجاد بکنه هم برنامه‌ای که برگزار می‌کنیم واقعا سوژه‌های فیسبوک یا صفحات یوتیوب شوه به این منظور ما یک جشنواره جشنواره داریم به نام جشنواره عروس و داماد که در این جشنواره ما میخواهیم از لباس شب حنا تا لباس عروسی تا لباس تخجمی و شیرنیخوری در کل فرهنگایی که در قدیم مروج بود و در رسم و مردم استفاده میکردن این رو بیاریم در قالب یک فیشن شو با هنگا با موزیکای آسابرو این رو بنامایش بگیریم که حدودا اینجا ما میتونیم تقریبا هفت داماد داشته باشیم یا هفت عروس داشته باشیم در کل یک سرگرمی خوب میخوایم دیو از دستی برنامه خدا ایجاد بکنیم و همیشه خبرها رو دوستان میشن و فکر فکر و ذهنشون مخصوص میشه با این بر رمای خدا میخوایم که ما سرگرمی خوبی را ایجاد بکنیم درست و علقمندی مردم چه بوده و کنش به با این برنامه هاش ما خیلی خوب بوده خیلی خوب بوده با جزی که اساسیت های هم ها وجود داره که باید مبارزه صورت بگیره چون برش ما گفتم که یه نر اقدار جان افتاده زمانی که نام و مدل در ذهن میاد اگر مثلا نام مدل میاه. یک دختر خانم در ذهن میاد که مثلا بالا باشه برهنه او میشه ولی این قسم نیست کاملا ما با یک روی کرده تازه روی کرده که مطابق نور مستندرهای فامیلا است مثلا میاییم کار میکنیم فعالیت میکنیم این آیسایس باید ترویش. بله اگر مطابق با جامعه باشه پس مردم هم میپذیرند باید با دقیقا دقیقا مطابق با زمانی که در افغانستان زندگی میکنیم در جامعه سنتی زندگی میکنیم باید مطابق جامعه عمل بکنیم و تا به حال عملکرد های ما خلاف جامعه نبوده و عمق پیش رفت بله همیشه یک تصویر خشن از افغانستان به جهانیان نشان داده شده بله بله اما بخش مدرن که به شما که لباس های افغانی را به نمایش میگذارین در عرصه ترویج این فرهنگ چقدر تاثیرگذاری خودش داشته و چهری مثبت را تانستین شما نشان بتین ما فیسوال که در بیرون از افغانستان داشتیم مثلا اتا روی کشورهای دور نمیریم هندستان. شما باور کنین ما سالهای قبل زمانی که به هندستان میرفتن نمایش میدادیم اونا فکر نمیکردن در افغانستان مدل باشه در افغانستان مثلا یک هنر بنا مدلنگ باشه اونا مثلا اگر به شکل آموتور هم پیش رفتن کار میکنن از لحاظ هندام از لحاظ استانداردهای قد و از لحاظ همو طرح دیزاین اونا میکنن اونا مثلا برشون قابل تصور نبود ولی ایسای ستانیستیم که مثلا جواب افتاد و با امیدوار هستم که به خیر عیزی کرده هم بتونیم به این هنر کار بکنیم و روز روزی که هیچ افغانی نگوی که ما به نام مدلینگ هنر دروانسان نداریم بله دشکر، سپاس از ما شما حضور یافتن همانان شما